در مورد احکام رسیدیم به آبها. کجا آب جاری، آب قلیل جو توضیح دادیم، آب کرم توضیح دادیم، رسیدیم به آب جاری. آب جاری آبی بود که از زمین بجوشه و در روی زمین جاری بشه، مثل آب چشمه و قنات. اینی که من روی این قصه تأکید دارم و خدا رو شکر برای خودم هم برکته که به لطف حضرت زهرا باید برم به رساله ها مراجعه کنم، مطلب و دقیق نگاه کنم. به خاطر اینه که یه وقتی شما و من مبتلا میشیم، یعنی یه جای گیر میکنیم، یه آبی پاک کنندگیش نمیدونیم چقدره. حالا دسترسی هم نیست به موبایل یا اینترنت یا استفاده از دفتر مرجع که بتونیم در بیاریم. اینا رو رفقا احکام ابتدایی هر بچه شیعه است که باید بلد باشه. طبق فتوای علما و مراجع، مسائلی رو که یک مکلف بهش نیاز داره واجب یاد بگیره. این واجبات شماست، مثل نماز و روزه و امثال هم. آب قلیل به محض برخورده با نجس نجس میشه. آب کور اگر نجاست بهش برخورد بکنه تا رنگ و بو مزه رو عوض نکنه نجس نمیشه. آب جاری آبی که از زمین بجوشه و جریان داشته باشه، مثل آب چشمه و قنات. آب جاری اگر چه کمتر از کور باشه جاری باید باشه، نه آب شیلنگی که میگیری جریان پیدا میکنه، نه آبی که اول شرطش اینه از زمین بجوشه بعد جاری بشه. خب خوب دقت کنید، آب جاری اگرچه کمتر از کور باشه که ابعاد و وزن کور رو من عرض کردم، تا رنگ و بومزش عوض نشه پاک، اگرچه حجمش و وزنش کمتر از کور باشه. اگه نجاست به آب جاری برسه، یه چشمه داره میجوشه، دارم گذشته رو یادآوری میکنم تا دو سه تا مسئله جدیدم بگم. یه چشمه داره میجوشه، یه جوبی هم از بغل این چشمه را افتاده. اگر نجاست به آب جاری برسه، مقداری که رنگ و بومزش عوض شده نجسه. ببخشید عذر میخوام، بینی شما خوب میاد، میرید کنار چشمه که جاریه دارید میشورید، اون مقداری که رنگش میبینید عوض شده اون مقدار نجسه. از اونجایی که نجاست حرکت میکنه، از طرفی که متصل به چشمه است، به قبل پاکه. درست شد؟ یعنی بینیتون رو شستید، از اونجایی که خون ریخته به بعد که رنگش رو عوض کرده نجسه، به قبلش که متصل به چشمه است اون یه تیکه پاکه. حالا مسائل جدیدی که میخوام بگم. یک، آب چشمه‌ای که جاری نیست. شما میرید جایی میگی شیخ گفت آب جاری، ها این چشمه قل میزنه میجوشه ولی جاری نمیشه. خیلی جا چشمه اینجوریه. آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی طوریه که اگر از اون بردارن باز هم میجوشه، حکم آب جاری رو داره ولی اینکه جاری نشه. یه وقتی یه جایی آبی جمع شده، تو نمیدونیم چشمه از چشمه نیست، از زیر میجوشه، سه تا پارچ ازش برمیداره میبینی کم شد، اون جاری نیست، اون دیگه میره تو همون آب قلیل. اما یه جایی چشمه است، هر چی آب برمیداره میبینی دوباره آب جایگزین میشه، آب میجوشه ولو این که جاری نباشه و کمتر از کور باشه، در حکم آب جاریه. دو، آبی که کنار نهری میسته ولی متصل به اونه. خیلی وقتا میرید یه جای یه نهری داره حرکت میکنه، یه گوشه یه خورده آب جمع شده، در صورتی که این متصل به اونه، مثلا سنگچین کردن آب جمع شده ولی میبینید آب راحت جریان داره از تو این سنگا، متصل به اون آب نهره، اینم حکم آب جاریو داره. آب نهری اومده یه جایی رو مثلا باز کرده، اومده جمع شده، الان نهر یه مقدار از اون فاصله داره، هیچ اتصالی به هم نداره، اون دیگه حکم آب جاریو نداره. دقت. دوباره یه جای آب جمع شده، این مسئله است، آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به اون آب جاری در حکم آب جاری. تون بگم
سه، چشمه‌ای که مثلا در بهار و زمستان میجوشه ولی در تابستان از جوشش میفته فقط وقتی که میجوشه حکم آب جاریو داره. تو میدونی این چشمه چشمه فصلیه، تابستون میری ببینی خورده آب هست، اصلش چشمه است ولی الان جوشش نداره. بهار که میشه به خاطر آب شدن برفا و یخا و اون سفره زیرزمینی دوباره شروع میکنه به جوشیدن. اون موقعی که میجوشه آب ازش خارج میشه در حکم آب جاریه، وقتی نباشه هم حکم آب قلیل رو پیدا میکنه. خواهش میکنم، التماس میکنم، دستتون رو میبوسم، دورتون بگردم، دنبال احکام شرعیتون برید که یه وقتی بیشه ابی عبدالله سلام الله علیه و روی فدا شرمنده نشیم. خدا انشالله ما رو عامل به احکام قرار بده. بلند صلوات بفرست. دو تا مطلب رو مناسب حال و تاریخ خدمتون باید عرض بکنم. مطلب اول این ایامه، یعنی پاییز و زمستون، که فرمود الشتاء ربیع القلوب، زمستون بهار دلهاست. گفتم چرا؟ فرمود چون روزهاش کوتاه، مناسب روزه داریه، و شبهاش بلند، مناسب عبادت. خیلی همون شاید نماز یا روزه قضا به گردن اون باشه. اسلام هم ببخشید عذر میخوام، دین خفتگیری که نیست بگه خب تو روزت تو تابستون قضا شده چشات چهار تا برو تو تابستون روزه بگیر. نه، به هر دلیل شرعی و به هر عذری شما نتونستی تو تابستون روزه بگیری، مسافر بودی، خدای نکرده مریض شدی، یا زبونم لال از عمد روزت رو خوردی، خب به هر حال یه روز غذا که به گردنت اگه کفارش رو عمد باشه و مثلا با طعام پرداخت کنی که به روزه برسیم ریز به ریزش رو میگم، خب یه تو این زبستونه بگیر. نه شیخ، ما روزه غذا به گردنمون نیست. خب باشه، دمت گرم، ای والله که روزه غذا نداری، اما مگه متر گذاشتیم که روزمونو واجب بگیریم؟ چقدر رفقا تأکید شده که دوشنبه ها و پنجشنبه ها رو روزه بگیریم. تابستون تشنگی هست، اذان صبح مثلا ساعت 3:30، از اون ور اذان مغرب 8:30 شبه. خیلی ها کم میارن تو مستحبی نمیتونن بگیرن. الان از دست نده جوون، تو رو خدا ما که ریشامون سفید شد، یعنی داره سفید میشه، این بغل شروع شده، پیر شدیم، ولی تا میتونی تو این سنی کارو با خدا ببند، کارو با ابو عبدالله ببند، پیر بشی. من همه امشب که داشتم میومدم تو این خیابون دماوند اومدم بپیچم، چون عجله داشتم میخورده دیر رسیدم، یه پیرمرده داشت میرفت با عصا آروم آروم، یعنی شاید مثلا اون تو مثلا زمان یک دقیقه شما اگه 100 متر رو 50 متر رو طی کنین، تو یه دقیقه 2 متر هم نمیتونست جا به جا بشه، انقدر آروم میره. یه زمانی میرسه اگه عمرمون به اونجا برسه، برای از رخت خواب بلند شدن و تجدید وضو کردن و دلارات شدن در خونه خدا 1000 بار میمیرم و زنده میشیم. الانی که مثل همچین فرفره اجاد بلند میشی، خیلی سری کاراتو میکنی، نیروی جوانی داری، کارو با خدا ببند. ما که عبادتمون عبادت تجار نیست رفقا. یه رمضان گفته روزه بگیر، حالا میگیریم دیگه. نه قربونت بشم، ما انقدر اون سری گفتم، انقدر این مسیر برادرم جوان دورت بگردم، انقدر این مسیر طولانیه، انقدر راه زیاده، هر چی باکمونو پر از سوخت کنیم باز امکان داره کم بیاریم. تازه اگه به خاطر گناهایی مثل غیبت و تهمت که اون دفعه گفتم از ما نگیرن، به کس دیگه بدن. پس خواهش میکنم، اول خدا میدونه، به اسم مبارک اول به نفس خودم میگم که به برکت نفس شما نفس من هم یه تکونی بخوره، به برکت دعاهای شما نفس من هم به خودش بیاد. این روزا رو میشه روزه گرفت، من نمیگم بیشاری روزه بگیر، اما امتحان کن، انقدرم لذت داره. خدا من فقط به عشق تو، فقط برای اینکه تو راضی باشی، دوشنبه و
پنجشنبه ها رو اونایی که جوانترن به اذن والدینشون، اونا باید اجازه بدن، اذن والدین نباشه به درد نمیخوره. اونایی که مستقلن بیان روزه بگیرن، ساعت مثلا 4:30 صبح اذان، از اون ورم 5 بعد از ظهر اذان مغربه، یه خورده جلوتر بریم روزها شاید کوتاه‌تر هم بشه. یه چیزی بگم خیلی شنیدنیه، یه حکومت به ذهنم، عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، میشناسیدش رحمت الله علیه، حالی داشتید یه کتابی آقازادهشون راجع به ایشون نوشتن، علی‌آقای مقدادی، که همین تهران بود چند سال پیش فوت شد، آقازادهشون، به نام نشانی از بی‌نشان‌ها. این کتابو بخونید، عاشق حسن علی نخودکی با اون حالات عجیب و غریبش که اگه بخوام حالاتشو بگم باید 10 جلسه منبر رو اختصاص بدم راجع به ایشون و حالاتشون حرف بزنم، که حالا مطالب مهمتری هست که بگم. با اون اشک‌ها و گریه‌ها و کراماتی که طرف میرفته پیشش، میگفته مثلا زنداداشم تو شیراز مریضه، میگفته خب تو این انجیر خشکو بخور، تو این خرما رو بخور، زنداداشم مریضه، میگفت تو بخور کاری نباشه، این تو مشهد میخورده، زنداداشه تو شیراز شفا میگرفته. ایشون فرموده بود اگر مردم مسیر رو گم نمی کردن، اگر مردم گم و گور نمی شدن از لحاظ اعتقادی، من میتونستم یه دعا به در خونم بخونم، مردم بیان در خونم رو نگاه کنن، تمام مشکلاتشون حل بشه و برگردن. میترسم این کارو بکنم مردم دیگه در خود سمت امام رضا نرن، اشتباها بیان سمت خونه من، در حالی که هرچی از علی ابن موسی رضا است. این آقا که حالا جلوتر بریم این چیزی میخوام راجبش عرض بکنم، این مرد عجیب، الله اکبر، به خدا بعضیا یه جوری به مقام انسانیت میرسن که من خجالت میکشم اصلا اسم خودم رو آدم یا انسان بگذارم. بعضیا تو این لباس پیغمبر به درجاتی میرسن که من به خدا قسم خجالت میکشم این لباسو تنم کنم بیام منبر، که به اونم بگن روحانی، به من بیچارم بگن روحانی. من که قائلم من خودم، حالا بقیه همه خوبن، من جسمانی هم نیستم چه برسه به روحانی. ایشون از 7 سالگی، 7 ساله داریم تو جمعمون آقا، از 7 سالگی رجب و شعبان و رمضان رو کامل روزه میگرفت. بعضیا میخندن، خنده تحیره، ولی میگرفت. بعد اینو دقت کنید، ما فکر میکنیم سخته ها، آدم بیفته تو مدار عشق خدا انقدر براش لذت داره که هر چیزی غیر خدا براش ننگه. الهی استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک، امام سجاد میفرمه، میگه استغفار میکنم از هر چیزی که لذت بردم جز ذکر تو، همش میگه برای من جای استغفار داره. خدا رحمت کنه علامه حسن زاده رحمت الله علیه رو، توی مناجات نامش نوشته الهی تا الان از گناهانم استغفار میکردم، از الان به بعد از عباداتم استغفار میکنم. بعضی چیزها رو بعد مثلا من خودم یه وقتی باید بشینم همین هیئت اومدنم رو به حساب بکشم، و فکر نکنم هر هفته میام و میرم خیلی خیلیم، خیلی آدمیم، به حساب بکشم ببینم هیئت اومدنم برای چی بوده. آه من برم خودم رو نشون بدم همه بگن طیب الله، خب بابا جن زدی به هیئت اومدنت شیخ. من برام فلان سبکو بشنوم، سبک ابزار رسیدن به امامه نه هدفش. طوف قلب پست من جز ساز مطرب هیچ نیست، ذکر گویم لیک بر آهنگ ذکرم عاشقم، بر آهنگ ذکرم عاشقم. سبک بد نی، خوندنهای امروزی بد نی، اصلا نیازه، ولی تو برای چی میای؟ من برای چی میام؟
دو تا دوربین منو بگیره فردا بگن باری کلا فلانی، بابا بذار دوربین از زهرات رو بگیره، بذار از صدیقه بهت نگاه بکنه. خیلی وقتا از هیئت اومدان همون باید استغفار کنیم، یعنی درستش کنیم. ما رفقا اینو گوش کنید، ما تو مدار محبت خدا نیفتادیم. خودمونی بگم، اولیش خودم. یه تو مدرسه رضویه قم یه آقای بود، سید بود، اسمش هم علی اکبر بود، نابینا هم بود، بهش میگفتن استلی اکبر اعما، اعما یه نابینا. ایشون میگفت خیلی اهل عبادت و طاعات و اهل حال بود. ایشون میگفت من مثلا گاهی فکر میکردم که آخه چطور میشه یکی میره تو سجده نیم ساعت یه ساعت ذکر میگه. حالا اینو پخش ما یه بار رفتیم توی ماه رجبی بود، یه برنامه‌ای داشتم از یه بزرگواری، رفتیم تو سجده یه 10 دقیقه یه ذکری رو گفتیم، احساس کردم خون تو سرم جمع شده، سرم داره میتکه، گفتم ولکن بابا آدمش نیستم. میدونین چرا؟ چون تو مدار محبت خدا قرار نگرفتم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، هزار مرتبه بلا قیاس، آدم با رفیقش، من مثلا با هر کدوم از شمایی که بهتون ارادت دارم یه جا میشینیم حرف میزنیم، 5 ساعت حرف میزنیم، نمیفهمیم 5 ساعت گذشته، چون من در مدار محبت شما قرار گرفتم. 10 ساعت طرف با مثلا بلا تشبیه نامزدش خلوت میخواسته نمیفهمه. ما یه رفیق داشتیم تو قم، ایشون من یادم ها، ایشون مثلا اون زمان ما که قم درس میخوندیم موبایل نبود، این تلفن ها بود، زنگ میزدم میگفتن آیا حسن آبادی تلفن میامدیم بوشوی برمشیم صحبت میکنم. سال 77 موقع ایشون رفته بود عقد کرده بود، اومده بود قم، خانومش که بهش زنگ زد میرفت مینشست پای تلفن رو زمین، همینطور خودشو ولا میکرد حرف میزد، چون میدونست کار طولانیه، به ایستادن حل نمیشه. یه بار بارون میومد، این زیر بارون حرف میزد با خانومش، خیس شده بود. بعد اینکه قطع کرد گفت ای کی بارون گرفت؟ گفتم بابا خیس شدی اصلا، نه خدا اصلا نفهمیده بود داره بارون میاد، یه عشق زمینی، یه عشق مجازی. استوری چی؟ عاشقانه. نه الان همش بازیه بابا، کارهای ما همش بازی شده. حالا ببین اینی که میخوام بگم، مثلا بارون میواد نمیفهمید، تو همین نشانی از بی‌نشان‌ها نوشته، نوشته یه وقتی حرم علی ابن موسی رضا سرد شد، الانش سرد میشه. حالا برو تو 100 سال پیش مثلا اون سرماهای اون موقعی که بزرگترا رو ما تعریف میکنن چقدر برف میومد، چقدر سرد میشد. بعد پدرم هم میگه بعضی موقع این کوچه‌ای که ما توش زندگی می‌کردیم با پشت بوم‌ها لبالب می‌شد از برف اومدن، اینطوری می‌شد، در خونه رو نمی‌شد باز کرد. اینو گوش بدید، می‌گفت این تولیت حرم امام رضا، اونی که سرکشی که خدام بود، می‌گفت سرکشی که خدام امام رضا سلام الله علیه و روی فدا خادما رو جمع کرد، خادم زری، خادم گنبد، خادم روا، خادم صحنه پایین پا، خادم صحنه اسمال طلا، اینا رو جمع کرد. گفت می‌بینید که داره برف میاد، هوام سرده. گفتیم بله. گفت هیچ زائری هم تو حرم نی، هیچکی نی، برید تو محل پستتون، خادم زری کنار زری، خادم گنبد کنار گنبد، خادم صحن کنار، برید ببینید اگر زائر نیست در حرم رو ببندیم بریم، دم از اون صبح بیاییم باز کنیم زمستون. میگه سر شب بود، هر کی رفت تو محل پست خودش رو برگشت و خادم گنبد امام رضا اومد گفت آقا این عاشق حسن علی نخودکی کنار گنبد امام رضا داره نماز شب میخونه، نه تو رواق، نه کنار زری، کنار گنبد اون بالا تو سرما. میگه سرکشی که خدام گفت اون کارش همونه، یه خورده ای زغال بذار کنارش اگه سردش شد روشن کنه، درو ببند بریم. برف میومد اول شب، مثلا بگو 6 شب 7 شب درو بستیم، رفتیم از اون صبح اومدیم در رو وا کنیم با اختلاف 10-12 ساعت. میگفت درهای حرم رو وا کردن، سرکشی گفت بپر برو ببین عاشق یخ نکرده باشه. میگه رفتم بالا یه صحنه دیدم متحیر شدم، موقعی که زغال رو بردم براش بریزم ایشون تو رکوع بود، تو رکوع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبوحون قدوسون ربنا و رب الملائکه و روح، میگفت گریه میکرد.
بعد از چند ساعت در رو باز کردیم رفتیم بالا، دیدم هنوز تو رکوعه، از رکوع بالا نیومده. از کجا فهمیدم؟ چون کنارش برف نشسته بود اومده بود بالا، رو پشتشم برف نشسته بود اومده بود بالا. یه عبا هم این عبا توریا انداخته بود، عبای نازوک، نه این عبا پشمی و کلوفتا. گفتم این شیخ یخ نمیزنه؟ خب سرده دیگه، فیزیک هوا سرده، نمیچاد. گفتم الان دیگه دمدمه از آن صبح باید نباز شب شد تموم کنه، وایستم بهش بگم تو یخ نکرد، پشتت برف نشسته، یخ بسته، کنارت برف اومده بالا. من هم که زغال گذاشتم بالا یه آتیش روشن میکردی. نماز رو تموم کرد، سلام داد، رفتم کنارش، گفتم آشق یخ نکردی خدا وکیلی، سردت نشد؟ اشاره کرد گفت بیا جلو. رفتم جلو، گفت دست بزن زیر عبا. میگه دست رو بردم زیر عبا، سوخت دستم. گفتم آشق میستش گرمه حرفو. فرمود تو فکر میکنی عشق خدا به اندازه دو سیر زغال گرما نداره؟ ببین کسی که تو مدار محبت خدا قرار بگیره نمیتونه رها کنه. بدبختی من اینه که تو مدار محبت خدا قرار نمیگیرم. مدار محبت رفیق، مدار محبت همسر، مدار محبت فرزند، مدار محبت پول، مدار محبت شهرت، مدار محبت ثروت، مدار محبت دنیا قرار گرفتم. رفیق من نمیگم تو مسائل اقتصادی نباش، باش، عقل معاش داریم در کنار عقل معاد، اما انقدر زور نزن، انقدر هرس نزن، انقدر جوش نزن، عمرتو تموم نکن. چون من تو مدار محبت دنیام انقدر دنیا برام مهمه بالا پایینش میکنم، مدار محبت خدا رو بیخیال. نماز صبح قضا هم شد بشه، نماز مغربش ها اول وقتم نبود نباشه، روزه دوشنبه پنجشنبه خدا دوستت داره، آغوش باز کرده بغلت میکنه، ولمون کن بابا، چون تو مدار محبت خدا نیست. اگر ببین بچه ها این پای زمستونه وقتشه، به زنگاه کاره. اگر تو این مدار محبت خدا قرار بگیریم، خدا کاری برای ما میکنه که به مخیلمونم نمیاد. روایت فرمود بنده من، ای جونم فدای روایت. آقا خدا چند تا مخلوق داره؟ انسان، من نمیگم بنده، چون خیلی بنده نیستن، مخلوق خدا. چقدر آمار زمین؟ 8 میلیارد و خورده ای مثلا، میگو 8 میلیارد انسان زندگی. از این 8 میلیاردش که من و تو هم جز بشیم، خدا به همه بنده هاش محبت داره، این که در شکی نیست. یه روایتی راجع به محبت خداست مقایسه میکنه با محبت مادر، که اگه بگم آدم روانی میشه، که خدا میگه محبت من به بندم نسبت به محبت مادر به بچه چجوریه. بماند سر موقعش میگم، الان روایت شهید میشه بگم. بعد ما چند تا خدا داریم؟ یه دونه، هممون یه دونه. ها این همه بنده، این همه مخلوق، بعد خدا یه دونه. روایتو فرمود اگر کسی شبری به سمت من بیاد، شبر یعنی وجب، من دو شبر به سمت او میرم، من دو وجب میرم. کسی اگر ذراعی به سمت من بیاد، از اینجا تا اینجا، من دو ذراع میرم. اگر کسی قدمی به سمت من خدا برداره، من دو قدم برمیدارم. من دو برابر مشتاقم برای اینکه بندم به من برسه تا اشتیاق بنده به من. تو دو تا برو، او چهار تا میره، تو چهار تا برو. بعد تو این لطفی که تو این مداری که همش محبت و لطف خداست ما قرار میگیریم، هی هم داریم فرار میکنیم. تو قدم اول رو بردار، بقیش به خدا دیگه. یه روایت حدیث قدسیه، میگم توضیح نمیدم، توضیحش خیلی مفصله، طلبتون. میفرماد حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی خدا فرموده، باریکالله، از لسان اهل بیت بیرون اومده. فرمود من طلبنی وجدنی، هر کی منو طلب کنه منو پیدا میکنه. وجدنی، وجدنی مییابد. من خدا رو پیدا نمیکنم چون طلبش نمیکنم، پول رو طلب میکنم به دست میارم.
ثروت رو دوست دارم، بهش میرسم به اندازه خودم. خدایی که کرور کرور ریخته محبتش، برو جمع کن، من ازش فراری میکنم، من ازش فراری هم، ازش فرار میکنم. فرمود من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی. کسی منو طلب کنه منو مییابد، کسی منو پیدا کنه منو میشناسه. و من عرفنی احبنی، کسی منو شناخت به من محبت پیدا میکنه. و من احبنی عشقنی، کسی به من محبت پیدا کنه عاشق من میشه. و من عشقنی عشقتهو، کسی عاشق من بشه من عاشقش میشم. و من عشقتهو قتلتهو، عاشق کسی بشم میکشمش. من قتلته فعلی دیته، اگر کسی رو بکشم دیش گردن منه. و من علی دیته، کسی که دیش گردن من باشه و انا دیته، من خودم میشم دیه او. عشق از معشوق اول سر زند، تا به عاشق جلوه دیگر کند. شاهد این مدعا خواهی اگر، بر حسین و حالت او کن نظر. ما نمیریم آقا، خودمونی نمیریم. تو فکر میکنی عشق به خدا بنزه این دو سیر زغال کار نمیکنه؟ بچه ها قربونتون بشم، دستتون رو میبوسم، فداتون بشم عزیزای من. اگه اهل نماز صبح هستی که هستی، اول وقت بخون. اگه اهل نماز صبح اول وقت خوندنش هستی، 10 دقیقه. با تو بچه امام حسینی، به خدا تو مرید همون حضرت زینب سلام الله علیها و روحی فداهایی هستی که حضرت زینب نماز شب 11 رو خوند ولو نشسته. من الان نباید بیام بهتون بگم اصرار کنم پاشید نماز شب بخونید. بخواب به موقع، بخواب قبل از اون صبح. 10 دقیقه آقا، 10 دقیقه. نمیخواد 11 رکعتش هم اگه نمیتونی بخونی، شف اوبت رو بخون. آیت الله بهاءالدینی فرموده بود 5 دقیقه قبل از اون صبح بلند شید، بلند شد تو رخت خوابت بشین، ذکر بگو. بگو خدا من بیدار شدم عشق تو. حالا چیزی بگم خیلی شنیدنی روایت. به پیغمبر فرمود قم اللیل الا قلیلا. این چیزی که تو آیه قرآن اومده، خطابش به ماست، میگه شب رو بلند شو مگر مقداریش رو، یعنی بیشتر شب رو قیام کن، بیدار باش، یه مقدارش رو بخواب. مرحوم آشق مهندس نجفی صاحب جواهر تو جواهر الکلام که کتاب فقهی است، موقعی که به نماز شب پیغمبر میرسه یه چیزی میگه آدم توش میمونه. میفرماد پیغمبر نماز شبش رو در طول شب میخونه، نه اینکه باشه 11 رکعت و یه رو 20 دقیقه جمعش کنه بخوابه. نه، روایت 2 رکعت میخوندن میخوابیدن، خوابشون که میبرد دوباره بلند میشدن، بیدار میشدن، باز وضو میگرفتن، 2 رکعت دیگه میخوندن، باز به قول ما نیم ساعت میخوابیدن، باز بلند می شدن 2 رکعت دیگر. اون 2 رکعت، 2 رکعت هایی که حبه عرانی از اصحاب امیرالمؤمنینه و نوف بکالی اینا میگن. یه شب رفتیم خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روی فدا، صحبتمون با آقا طول کشید، ای جانم فدای این آقا، چه لیاقتی داشتن حبه عرانی و نوف بکالی. حضرت فرمود شام می خورید؟ سفره شما، حضرت سفره براشون پهن کرد، میل کردن، میگه حرف ما طول کشید، طولانی که شد. حضرت فرمود شب و همین در منزل ما بخوابید. حبه اورانی نوف بکالی زرنگن، جفتشون خوابیدن اما خوابشون نبرده، با هم شب امیرالمومنین رو گزارش کردن فرداش. میگه ما که تو رخت خواب ولو شدیم، آقا و مولای عوالم امیر المومنین بلند شد. امیر المومنین ها که خدا یه دونه امیر المومنین داره، که من معتقدم خلق کردن تمام عالم و مافیها یه طرف، خلق کردن یه بند انگشت امیر المومنین یه طرف دیگه. امیر المومنین میگه بلند شد، شروع کرد نماز خوندن، گریه کردن، به خودش پیچیدن،
که انا نعوذ بالله که انا خدا یه عبد داره اونم اینه. میگه به خودش میپیچید میپیچید میپیچید، ناله میزد، گریه میکرد. آخرش حبه اورانه میگه آخرش تو مناجاتش با خدا یه چیزی گفت که ما گیر کردیم تو این حرف. امیر المؤمنین، امام المتقین، ازهد الزاهدین، افضل المجاهدین. تو سجده برگشت گفت خدا نمیدانم امروز من رو راضی شدی یا نشدی، نمیدونم از امروز من که گذشت و به شب رسید قبول کردی یا نکردی، به کرمت بپذیر روز من. وضعیت اون مناجات امیرالمومنین، مولای یا مولای، انت المالک انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، تو رحم به من نکنی چه کنم. اون کمیل امیر، این همه گنجینه ما داریم بیخیالیم. آقا 5 دقیقه 10 دقیقه قبل نماز صبحت مقید کن خودتو، جوون عمرمون داره میگذره ها، زمستونم که طولانی، مهمونی تو بری گعدت رو بکنی بیای خونه بخوابی، باز 12 شب خوابی، تا از اون صبح 4-5 ساعت وقت داری، میخوای باشی 10 دقیقه 5 دقیقه زودتر باش. عجیبه، بسیار بسیار این مطلبی که میخوام بگم عجیبه. علامه شیخ جعفر کاشف الغطا که مثل او شیعه کم داره، آقازادش میگه نصف شب بلند میشد میومد تو حیات وضو بگیره برای نماز شب. خدایا اینا کی بودن؟ اینا چجور به نفسشون مسلط شدن؟ شیخ جعفر کاشف الغطا که مرجع عامه شیعیان بود، یک قدرتی بود از لحاظ علمی و مرجعیت، پسرش میگه میومد سرشو بلند میکرد شروع میکرد حدیث نفس کردن، میگفت انت جعیفر، تو جعفر کوچولو بودی، جعیفر مسقر جعفره، صغیر شده کوچک شده، رجل یعنی مرد، مردک از باب تصغیر میشه رجیل، انت جعیفر، تو جعفر کوچولو بودی، ثم جعفر، خدا بهت لطف کرد بزرگ شدی شدی جعفر، ثم شیخ جعفر، بعد شدی شیخ جعفر، ثم شیخ العراقیین، بعد شدی شیخ عراقیین، ثم شیخ الفقهاء والمجتهدین، بعد شدی بیرون بهت میگن شیخ الفقهاء هوا نگیرتت، و انت جعیفر جعیفر جعیفر، تو همون جعفر کوچیکی. پسر ایشون شدید مقید به نماز شب بود، شدید مقید به نماز شب بود، شدید. پیش گفتن که آقازاده شما چرا اینقدر به نماز شب مؤکد، تأکید اصرار خیلی براتون؟ گفت بابای من شیخ جعفر منو به زور بیدار میکرد، میگفت پاشو نماز شب بخون، من حالا بابا بذار بخوابیم، یه سری چیزا مستی میاره دیگه، یکیش خوابه، میگن فلانی مست خوابه، سکر و نوم تو روایت هم اومده، سکر و شهره، سکر و المال، سکر و شباب، روایت میگه جوانی آدمو مست میکنه، مال آدمو مست میکنه، شهرت آدمو مست میکنه، یکیش خوابه. میگه یه رو منو یه شب منو بیدار کرد، یه شب منو بیدار کرد، گفت بابا بلند شو بریم سمت حرم امیرالمومنین نماز شب بخونیم. گفتم آقا، گفت ازت خواهش میکنم. بلند شدیم تو سرما، آب گرم کنه اینا کار نبود که، باب سرد وضو گرفتم و میگم منم عبام انداختم پشت سر بابام، اومدیم وارد حرم امیرالمومنین بشیم، یه گدایی تو سرما، گدا با یه لاقبا نشسته بود داشت تکت دیگری میکرد، دستش جلو مردم دراز بود. بابام به من گفت پسرم این برای چی اینجا نشسته؟ اون معلومه دیگه، نشسته گدایی کنه. بابام به من گفت ضمانتی داره، خوابو به خودش حرام کرده، تو سرما اومده اینجا نشسته، ضمانتی داره کسی 2 تا پاپاسی 1 درهم 2000 کف دستش بندازه. گفتم نه، الان هم که تو این سرما کسی نجف نیست. گفت ولی این بازم ناامید نشده، به یه امیدی اومده دستشو پیش خلق خدا دراز کرده، ولی کی چیزی گیرش بیاد، خدایی که ضمانت کرده،
قول داده نصف شب بیای در خونه من، هر چی بخوای دستتو پر میکنم. چرا نمیای جلوی خدا دست گداییتو دراز کنی؟ از این گدا که جلوی خلق الله دست دراز کرده کمتری؟ میگه یهو به خودم اومدم، راست میگه، من کارم گیر میکنه دیگه. خیلی وقتا کارمون تو پیچ و خم زندگی گیر میکنه، خب دستمونو میریم جلوی هزار نفر دراز میکنیم، به هزار نفر رو میزنیم، کارمون را بندازه. خب مشتی یه شب پاشو به اصل کاری رو بزن، او قول داده دستتو پر میکنه. علامه طباطبایی میگه رفته بودم نجف، جدای از بحث علمی دنبال این بودم که خودم از لحاظ اخلاقی بسازم. بچه ها، برادر، خواهر، هرچی خودتون رو از لحاظ مالی و اقتصادی میسازید، از لحاظ اعتقادی و عبادی هم به همون قدرت بسازید، وگرنه مال شما رو دور میزنه، وگرنه مال سوار شما میشه، وگرنه او حکم میکنه چی کار کنی چی کار نکنی. مال باید در خدمت تو باشه، نه تو در خدمت مال. گفتم حالا من درس میخونم کنار این درسه خورده ایم، گفتم کجا برم چیکار کنم، به کی رجوع کنم، از کجا شروع کنم. حیرون بودم تو نجف، شونه به شونه شدم با استاد العرفا اصلی آقای قاضی طباطبایی. یه جمله به من گفت، رفت، گفت پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، عقبا میخوای نماز شب بخون. دنیا میخوای دیگه، دنیای حلال، دنیای خوب، دنیای آباد، مگه نمیخوای نماز شب بخون؟ آقا شبی ده بیست دقیقه نصف شب برای خدا وقت بذار. خدا همه چیز روتین میکنه، ما اینو درک نمیکنیم. بعد اینو شیشتونگ با من پاس. بعد یه جوری تمام فیضش به اینه، من به هوای یه چیزایی میرم تو نماز شب، بعد خدا محبتشو میریزه تو دل من، در مدار محبت خدا قرار میگیره. گوهرشاد خانوم، همینی که مسجد گوهرشاد به نامشه، عروس تیمور بود دیگه، زن شاهرخ میرزا، پسر تیمور بود، در افغانستان هم مدفونه. موقعی که این مسجد رو می ساختن، کلی عروس پادشاه بود، کلی عمل بنا کار میکرد، بنا و معمار و عمله و یه طایفه عمله اونجا بود. وقتی عروس شاه گوهرشاد خانم اومد بازدید کنه بره، یکی از این کارگرهای مادر مرده عاشق عروسش، یه دل نه صد دل، اومد به اوستایی گفت این گوه این عروس شاه این شوهر داره. گفت چی کار کنم دیگه، محبتش افتاد به دلم. گفت سرت به تنت زیادی کرده. خبر رسید به گوهرشاد خانم، گفت باشه، اب نداره. ایشون 40 شب تهجد کنه، شبشو برای خدا بذاره، بعد من یه فکری براش میکنم. بهش گفتم، گفت 40 شب چیه، 400 شب وای میستم. در تاریخ نوشتن این افتاد به تهجد به هوای رسیدن به عشق مجازی، عبادت میکرد، شبا گریه میکرد. شب 40 گوهرشاد خانم اومد پیشش، گفت سلام علیکم. گفت علیک السلام. گفت من گوهرشادم. گفت تو کی هستی؟ گفت بابا من. گفت من به هوای تو یکی دیگر رو پیدا کردم، اون دیگه از دست نمیدم، تو برو رد کارت. یوسف و زلیخا، موقعی که زلیخا مؤمن شد دیگه یوسف نمیدید، یوسف آفرین میدید، خالق یوسف رو میدید نه یوسف. ابا عبدالله آقای ما، مولای ما، امام ما، دین ما، دنیای ما، صراط ما، برزخ ما، قبر ما، حشر ما، همه چیز ما. موقعی که میاد با حضرت زینب ودا کنه میگه لا تنسینی فی صلات اللیل، تو نماز شب منو یادت نره خواهرم. خواهش میکنم اگر اهلشم نیستید وقت بذارید از امشب، مخصوصا این ایامی که یه خورده‌ای شبا درازه، اونهایی که
کوچیکترن الزامن به امر والدینشون، به اذن والدینشون، اونایی هم که میتونن که خب نوش جونشون وایستن به درگاه الهی. من اصلا حرفم چیز دیگه بودا، اما دیدم حیفه این مطلب دست بره، میام سر وقت صحبتم خیلی مختصر یه مطالبی رو عرض میکنم و روزه رو میکنم جلسه رو تحمیل میدم. پس یک، روزه، مخصوصا اگه که روزه غذا داره، اگه کسی روزه غذا داره تو این ایام بهترینه. حالا شیخ صبر کن میگیریم، حالا بعدا. نه رفیق، جواد الائمه سلام الله علیه و روی فدا فرمود امحال از حیله های ابلیسه. عذر میخوام تسویف یعنی به آینده واگذار کردن. حالا هفته دیگه بذارین ربی که ماه شادی اهل بیت تموم بشه، هفته بعدش مثلا. نه عزیزم، کی گفته تا هفته بعد تو زنده ای؟ کی گفته تا هفته بعد سشن به من هستم؟ کی گفته یکی پاشه ضمانت بده من از هفته بعد شروع میکنم؟ فرمود قبرستان پر از اونهاییست که میخواستن هفته های بعد توبه کنن و وقت نکردن. نمیگم از هفته بعد، نمیگم حتی از فردا، از همین امشب. اگه روز غذا داری بگی، اگه نماز غذا داری بخون، ننداز بالا ببینیم بعدش. ببینیم هیچی تهش در نمیاد. این نکته اول تو روزه. روز غذا نداری، دوشنبه و پنجشنبه رو بگی روز کوتاهه. باز تاکید میکنم جوانترا به اذن والدینشون. نماز شب هم که یه 40 رو وقت بذار برای خدا بخون. بعد 40 رو اگه عشق نکردی بیا یه چیزی به من بگی. و نکته دوم، امروزی که گذشت یک غزوه دومت الجندله که راجع بهش دیگه وقت نمیشه صحبت کنیم، باشه بعدن چون مفصل باید بگم. یکی از غزوات پیغمبره که زیاد راجع بهش صحبت نمیشه، حالا من به موقعش عرض میکنم. دوم، به نقل اقواس سال روز صلح امام حسن مجتبی سلام الله علیه و روی فدا، هدنه، آتش بس، زوله. یه مطالبی رو من راجبش نوشتم عرض بکنم. آقا امیرالمومنین کی شهید شدن؟ 21 رمضان سال 40 هجری. 21 رمضان 40 هجری امیرالمومنین به شهادت میرسن. 25 ربیع الاول 41 هجری. ماهای قمری رو میتونید شما بشمارید؟ از کجا شروع میشه؟ محرم، صفر، ربیع الاول. یعنی 25 3 41 هجری امام حسن مجبور به صلح میشن. رمضان 40 هجری هم امیرالمومنین شهید میشه. خب ماها رو بشماریم: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. یعنی رمضان 40 حضرت شهید میشن، نزدیک به 6 ماه بعد که میشه شوال، ذیقعد، ذیحج، محرم، صفر، ربیع الاول، امام حسن کلا حکومت دستشون بود. 6 ماه دیگه هم امامی بعد از ایشون حکومت نکردن، امامت داشتن، حکومت نداشتن. سه معصوم حکومت داشتن: پیغمبر، امیرالمومنین، مدت کوتاهی هم امام حسن علیه السلام. یکی از محکمترین و مهمترین بحثایی که باید برای بچه شیعه بشه این جریان صلح امام حسنه، به این معنایی که تاریخ مثل یک قطار در حال حرکته، مثل یک قطار در حال حرکت. فقط شما وای میسی قطار رو میبینید، تمام واگونا این همه، فقط مسافراش عوض میشن. این جریان تو طول تاریخ میفته. یعنی یه جاهایی به واسطه تنها گذاشتن ولی الله امام زمان، حضرت مجبور میشه کارهایی رو بکنه که شیعه پاش خرابکاری کرده. 6 ماه امام حکومت میکنن، میفته کار تو شام، افتاده دست کی؟ معاویه لعنت الله علیه. این ورم که آقای امام حسن علیه السلامه با یه فوج کوفی عجیب غریب، عجق و جق، کوفی هایی که
بارها امتحانشون رو بد پس دادن، ولی امام مأمور به حفظ شیعه است. اینو بفهمیم، امام مأمور به حفظ شیعه است. اینو بفهمیم، امام باید شیعه رو روحی و جسمی هر جوریه حفظ بکنه، حتی حجت ابن الحسن باید شیعه رو حفظ بکنه. لذا ما از این باب دلمون گرمه که جریان تشیع به مو میرسه ولی پاره نمیشه. بارها تو طول تاریخ اتفاق افتاد. مثلا اینو باید تو بگم، حضرت موسی بن جوای، وای از این روایت که این روایت دیوونه میکنه انسان رو. تو اصول کافی اومده موسی بن جعفر سلام الله علیه و روی فدا فرمودن ان الله تعالی غضب علی الشیعه، خدا بر شیعه غضب کرد. فخیرنی نفسی او هم، منو مخیر کرد که تو رو بزنم یا شیعه رو بزنم. حدیث تو اصول کافی ان الله تعالی غضب علی الشیعه، خدا بر شیعه غضب کرد. فخیرنی، منو مخیر کرد، نفسی خودت او هم یا اینا رو. فبقیتهم والله بنفسی، والله یه تن سپر بلای شیعه شدم. 14 سال رفت تو زندان کتک خورد موسی. نفسی لکل وقا، وقا یعنی سپر. فبقی تو یعنی سپر شدم. فبقی تو هم برای اونها، فبقی تو هم والله به نفسی. موسی بن جعفر یه تنه سپر ولای شیعه شد. حالا اینی که شیعه چه می کرد که موسی بن جعفر جورش کشید بماند. زمان معاویه یه عده بسیار مختصری از شیعه موندن. در جمل کشته دادیم، در نهروان کشته شهید دادیم، در جمل شهید دادیم، در صفین شهید دادیم. یه ده مختصری موندن. معاویه هم پا رو گذاشته رو گاز که نسل شیعه رو بکنه. تو محرم که من اینجا خدمتون مطلب عرض می کردم که خواهش کردم صوتاش پخش نشه چون خیلی خواست و تخصصی بود، عرض کردم که مغیرت ابن شعبه میگه، پسرش میگه هر وقت میومد خونه میگه پیش زیرکترین، بهترین، با سوادترین، فاضلترین انسان ها میان. میدونستیم معاویه رو میگه. یه رو اومد خونه گفت پیش بیشرفترین، پسترین، رسترین. گفتم وای سبینیم بابا کجا بودی امروز؟ گفت پیش همین معاویه فلان فلان شده. گفتم چرا اینجوری میگی؟ گفت امروز من و او تنها بودیم، اذانو گفتن، الله اکبر الله اکبر، رسید به اسم پیغمبر، دیدم با ناراحتی پا میکوبه رو این تختش. گفتم چته؟ گفت ببین من تا اسم این محمد عربی رو نکشم پایم زیر پام له نکنم آروم نمیشم. فهمیدم این مرد که فلان فلان شده با پیغمبر مشکل داره. والله العلی العظیم اینا با خدا مشکل داشتن، نه فقط پیغمبر، با توحید مشکل داشتن. از سقیفه بیا تا پایین بنی امیه و بنی العباس. ولایت یه بهانه است، اصل زدن خدا پرستیه، از زدن نبوت و توحید و امامته.